در خط خبرها. حضور میلیون ها شهروند ترکیه پای صندوق های رای. اردوغان میگوید استقبال از انتخابات نشانه بلوغ دموکراسی است. نشست سران 17 کشور عضو اتحادیه اروپا با موضوع مهاجرت. گردش به راست بعضی از اعضا تهدیدی برای بقای دولت ائتلافی آلمان. راه طولانی اصلاحات در عربستان سعودی. رانندگی زنان سرانجام عملی شد. قوانین زن ستیز اما همچنان پابرجا. و شواهدی تازه از آثار مخرب پلاستیک بر حیات وحش. مرغان دریایی که شکمشان برای ماهی جا ندارد. سلام از روی یکشنبتون بخیر. به اولین بخش خبری زنده امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. مردم ترکیه برای انتخاب رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس به پای صندوق‌های رأی رفتند. این انتخابات به خواست دولت ترکیه زودتر از موعد مقرر و پیش از پایان دوره مجلس و ریاست جمهوری برگزار می‌شود. بیش از 56 میلیون شهروند ترکیه واجد شرایط شرکت در این انتخابات هستند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با گسترده خواندن حضور رای دهندگان آن را نشانه ای از بلوغ دموکراسی در کشورش خوانده. خبرنگار ما مهراد فرهمند از یکی از مراکز رای گیری در استانبول همراه ماست. مهراد، از حال و هوای امروز و انتخابات به اون بگو. من اکنون در یکی از مراکز رأی‌گیری در دبیرستانی در محله نشانداشتی استانبول هستم و من هم همونطور که آقای اردوغان گفته شاهد حضور گسترده مردم پای صندوق رأی بودم. به نظر میرسه که میزان مشارکت بالاست، اما اینکه آیا این میزان مشارکت بالا به نفع آقای اردوغان تمام بشه یا نه مشخص نیست، چرا که بالا رفتن میزان مشارکت به معنی آن است که نسبت به گذشته افرادی که قبلا رأی نمیدادند حالا پای صندوق‌های رأی آمدند و این ممکنه که رأیی که به صندوق بیاندازند رأی اعتراضی باشه که آقای اردوغان رو نشانه بره. و همین محله هم که من توش هستم بیشتر به نظر میرسه که پایگاه مخالفان آقای اردوغان و هواداران حزب جمهوری خلق باشه که نامزد مورد توجه اونها کسی که بهش بیشتر رأی میدند محرم اینجاست که به نظر میرسه که تبدیل به چالشی برای آقای اردوغان شده. رأی گیری از ساعت 8 صبح شروع شده و تا کمتر از یک ساعت و نیم دیگه قراره که پایان پیدا بکنه و فعلا هم خبری از این که بخواد تمدید بشه نیست و بعد از شاید 2-3 ساعت بعد به تدریج نتایج اولیه انتخابات بیرون بیاد که خیلی ها منتظر شنیدنشند. بیشتر از این اگه بخوایم در مورد انتخابات بدونیم میتونیم به گزارشی نگاه بکنیم که من تهیه کردم. شماره چشمگیر رای دهندگان از دیاربکر در شرق گرفته تا اینجا در استانبول از همان ساعت آغازین رأی‌گیری این احتمال را تقویت کرد که بخش درخور توجهی از 56 میلیون واجد شرایط رأی دادن در ترکیه پای صندوق بیایند. رأی 3 میلیون واجد شرایط در خارج از کشور هم هفته گذشته گرفته شده. این انتخابات برای ترکیه تاریخیه. برای نخستین بار رئیس جمهور و نمایندگان مجلس همزمان انتخاب میشند و رأی مردم هر دو به یک صندوق انداخته میشه. همچنین ترکیه برای نخستین بار یک نامزد ریاست جمهوری زن داره و یک نامزد زندانی. از لحاظ سرسختانه و جدی بودن رقابت ها هم این انتخابات اگر که بی نظیر نباشه کم نظیره. رجب طیب اردوغان رأی خود را در استانبول به صندوق انداخت. نتیجه رأی گیری نشان میدهد که آیا تصمیم او در زودتر از موعد برگزار کردن انتخابات خطایی مهلک بود یا بخت آزمایی حساب شده؟
بحران اقتصادی در کشور بحران دموکراتیک ایجاد کرد و دولت برای اینکه این بحران باعث نشه که رأی از دست بده تصمیم گرفت که انتخابات زودرس برگزار کنه. اویلرنی کایبدیجی اندیشسی بیر ارکن سچیم قراری آلدردی. مهمترین رقیب اردوغان محرم اینجه هم نشندان دور از استانبول در زادگاهش یالوا رای داد. گرد همایی های پرشور هوادارانش که در تاریخ ترکیه بی سابقه بوده به او امید پیروزی داده، به ویژه اگر انتخابات به دور دوم کشیده شود و هواداران دیگر نامزدهای دور اول به او رأی بدهند. در مورد مجلس هم دو ائتلاف شکل گرفته، یکی همراهی اسلامگرایان حزب عدالت و توسعه با ملیگرایان حزب حرکت ملی و در دیگری حزب‌های سکولار جمهوری خلق و حزب نوپای خوب و حزب وطن در کنار حزب اسلامگرای کوچک سعادت ایستادند. مهرداد، در مورد سلامت انتخابات تا اینجا چی گفته شده؟ در حال حاضر در استان اورفا در جنوب شرق ترکیه مشکلات جدی رخ داده. ویدیوهایی منتشر شده که نشون میده هواداران آقای اردوغان حزب عدالت و توسعه رأی در صندوق‌ها ریختن به میزان زیاد که تخلف انتخاباتی جدی است و گفته شده که در بعضی از مناطق جلوگیری کردن از اینکه ناظران حزب جمهوری خلق پای صندوق‌ها حاضر بشن، اونها را اساساً به روستاها راه ندادند، حتی از درگیری مسلحانه گزارش‌هایی شده. این استان اورفا استانی است عمدتاً کردنشین اما معمولاً استان مشکل خیزی است. ما همیشه این رو شنیدیم که در سپهر سیاسی مناطق کردنشین ترکیه دو اصطلاح کردهای رادیکال و کردهای محافظه‌کار به کار میره. کردهای محافظه‌کار به اونهایی گفته میشه که به حزب حاکم عدالت توسعه معمولاً رأی میدن و کردهای رادیکال اونهایی هستند که به حزب جمهوری خلق‌ها که بیشتر اعضایش رو کردها تشکیل میدند. و استان اورفا استانی است که حزب عدالت توسعه با وجود جمعیت عمدتاً کردنشینش همیشه بیشتر رأی داشته، الان هم بیشتر در واقع کرسی‌های مجلسش و شوراهاش در دست حزب عدالت توسعه است و همین تنش‌خیز شده میان این حزب و رقیبان این حزب و حتی شاید که در این استان صندوق‌ها رو در بخش زیادی باطل اعلام بکنند و انتخابات گویا در برخی از مناطق این استان فعلا متوقف شده. ممنونم مهرداد. مهرداد فرهمند از استانبول همراه ما. برنامه را با چند خبر کوتاه از ایران ادامه می‌دهیم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نشست اتاق بازرگانی گفته که مشکل شفافیت در لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم به گونه‌ای حل می‌شود که با نظر آیت الله علی خامنه‌ای هماهنگ باشد. رهبر ایران 4 روز پیش از نمایندگان مجلس خواسته بود که به جای تصویب این لایحه قوانین دیگری تهیه کنند. تصویب این لایحه یکی از شروط برای حذف ایران از فهرست سیاه FATF یا گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی است و ایران تنها چند روز فرصت دارد تا به این کنوانسیون بپیوندد. مجلس برای بررسی مشکلات اقتصادی ایران جلسه غیرعلنی با حضور معاون اول رئیس جمهوری برگزار کرده. اسحاق جهانگیری پیش از این نشست وضعیت فعلی را ناشی از آنچه که توطئه آمریکا علیه ایران خوانده دانسته بود. در هفته های اخیر با افزایش قیمت دلار و سکه قیمت مواد غذایی هم افزایش پیدا کرده. و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران آمار تجاوز به 41 دختر در ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان را غیر واقعی دانسته و گفته که بر اساس گزارش ها تنها 4 شکایت در این زمینه وجود دارد. علی موحدی راد دادستان عمومی و انقلاب زاهدان هم گفته که در این پرونده تنها 1 مورد تجاوز در پزشکی قانونی تایید شده. موضوع تجاوز گروهی به زنان در ایران شهر حدود 10 روز پیش رسانه‌ای شد و اعتراض‌هایی را هم به دنبال داشت. مقام‌های ایران در این زمینه اظهار نظرهای ضد و نقیضی کردند. رهبران 17 کشور از اعضای اتحادیه اروپا امروز در بروکسل با هم دیدار می‌کنند تا درباره ورود مهاجران غیرقانونی از خاورمیانه و شمال آفریقا بحث کنند. از زمان اوج بحران مهاجرت در 3 پیش تا به امروز تعداد پناهجویان کم شده، اما ایتالیا و جزیره مالت بنادرشان را به روی کشتی‌های نهادهای خیریه که به پناهجوها کمک می‌کنند بستند. فرداد فرهزاد گزارش می‌دهد. تصاویری آشنا. مهاجران شمال آفریقا و خاورمیانه سوار بر قایق‌های کوچک و پر ازدحام در راه اروپا به امید زندگی بهتر.
آب‌های مدیترانه جان بسیاری از مهاجران را هم در سال‌های اخیر گرفته. در داخل اروپا هم موضوع پناهجویان و مهاجران همچنان بحثی جنجالی است. بعضی خواهان کمک‌های بیشتر به مهاجرانند و بعضی دیگر خواهان توقف کامل ورود آنها. کشورهای ساحلی مثل ایتالیا، مالت و یونان در خط مقدمند. حالا امروز در بروکسل، مقر اتحادیه اروپا، رهبران 17 کشور دور هم جمع شدند تا درباره بحران مهاجران گفتگو کنند. اختلاف‌ها اما زیاد است. مجارستان، لهستان، اسلوواکی و جمهوری چک این نشست را بایکوت کردند. در اعتراض به موضع آلمان که خواسته همه کشورهای عضو در پذیرش مهاجران نقش بازی کنند. حتی در خود آلمان هم اختلاف نظر درباره مهاجرت بقای دولت ائتلافی را با خطری جدی مواجه کرده. همین حالا هم با قدرت گرفتن دولت‌های دست راستی در اروپا، ورود به اروپا برای مهاجران دشوارتر شده. بحران مهاجرت به خصوص بعد از جنگ سوریه پیچیده تر شد. ایالات متحده یکی از مهاجرپذیرترین کشورهای جهان هم تحت رهبری دونالد ترامپ سیاست‌های سختگیرانه تری برای مهاجران در پیش گرفته. چالش‌ها یکی دوتا نیست. بسیاری معتقدند برنامه‌های سخاوتمندانه دولت رفاه اروپایی تاب و تحمل پذیرش نیازمندان بیشتر را ندارد. دشواری‌های اقدام در فرهنگ جدید، نگرانی‌های امنیتی و دست کم در بعضی موارد غریب ستیزی هم مزید بر علت شده. فرزاد فرحزاد، بی بی سی. آمریکا اعلام کرده که بیش از 500 نفر از کودکانی که به خاطر سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی دونالد ترامپ از خانواده‌هایشون جدا شده بودند، حالا در کنار والدینشانند. مخالفت‌های گسترده باعث شد که رئیس جمهوری آمریکا سیاستش را تغییر دهد. بر اساس فرمان قبلی آقای ترامپ، والدین این کودکان که غیرقانونی به آمریکا وارد شده بودند، راهی زندان شدند و بیش از 2000 فرزند آنها به مراکزی ویژه برای نگهداری سپرده شدند. خبرنگار ما سام فرزانه از واشنگتن همراه ماست. سام، مخالفت‌ها در مورد این فرمان و بحث کودکان بسیار شدید بود و شاید جز معدود دفعاتی که آقای ترامپ مجبور شد از سیاستش عقب بشینه. همینطوره. آقای ترامپ البته میشه گفت که از بخشی از این سیاست عقب نشینی کرد، اون بخشی که بسیار در رسانه‌ها به اون پرداخته شد و خیلی ها رو در آمریکا ناراحت کرد و اون جدا کردن کودکان از پدر و مادرهاشون بود. وقتی هم که از کودکان صحبت میکنیم، الزاماً از کسانی که 17 یا 18 ساله هستن صحبت نمیکنیم، از بچه های خیلی کوچکتر، چند 3-4 ساله هم شاید صحبت بکنیم که اینها مجبور شدن جدا بشن از پدر و مادرشون و پخش شدن تصاویر اونها مخالفت های بسیاری رو اینجا در آمریکا به دنبال داشت. من کنار میگذارم اون چیزی که رسانه ها میگفتن، شاید چند نمونه دیگرش رو برای شما بگم جالب باشه. وزیر امنیت داخلی آمریکا خانم نیلسن به رستورانی رفته بود در شهر واشنگتن دی سی، اونجا انقدر او رو هو کردند و با او جر و بحث کردند که کسانی که اونجا بودن که او مجبور به ترک رستوران شد. سخنگوی کاخ سفید سارا هاکابی سندرز به رستوران دیگری در نزدیکی واشنگتن دی سی در ایالت ویرجینیا رفته بود که مدیر رستوران، صاحب رستوران، از او خواست که از رستوران بره بیرون، به خاطر اینکه میگفتن که اونها یک رستورانی هستن که به ارزش‌های خانوادگی اهمیت میدن و خانم سندرز برای دولتی کار میکنه که این حس در واقع مثبت رو نسبت به خانواده ها و اینها نداره. اینها هم البته کسانی هم به طرفداری از این دو نفر هم خب البته صحبت کردند، اما به هر حال چیزای دیگه بود. شرکت هواپیمایی بزرگی مثل آمریکن، مثل یونایتد، فرانتیر، ساوت وست، آلاسکا، اینها نامه نوشتن و گفتن که حاضر نیستن که کودکانی که از پدر و مادرهاشون جدا میشن رو به جاهای دیگه ببرن، برای اینکه این بخشی از سیاست دولت آمریکا بود که این کودکان رو بعد از جدا کردن به مراکز نگهداری ویژه‌ای ببرن که امکان داشت در بخشای دیگه ای از کشور باشه. کارمندان شرکت های تکنولوژی بزرگ مثل آمازون، مثل گوگل و مایکروسافت هم به رؤسای خودشون نامه نوشتن و از اونها خواستن که از کار کردن با اون بخشی از دولت که به مسائل مرزی نظارت میکنه دست بردارن. اگر کوتاه جواب بدی، کمتر از 30 ثانیه، اون بخش سیاست هایی که هنوز تغییر نکرده چه هست؟
اینو میدونیم که دولت از نیروهای نظامی خواسته که در پایگاه ها امکاناتی رو ایجاد بکنن که همچنان کسانی که به صورت غیرقانونی یا بدون مدارک لازم وارد آمریکا میشن رو اونجا همراه با خانواده هاشون نگهداری بکنن و آقای ترامپ هم در سخنرانی های اخیرش تأکید کرده که از این سیاست خودش عقب نشینی نخواهد کرد و میخواد کاری بکنه که از مرز با مکزیک پناهجویان و مهاجران وارد نشن. ممنونم سام فرزانه از واشنگتن همراه ما. برنامه امروز هشتگ شما هم به بحران پناهجوها در اروپا و آمریکا اختصاص داره. شما درباره برخورد کشورهای اروپایی و همینطور آمریکا با بحران پناهجوها چه فکر میکنید؟ بر اساس نظرسنجی مؤسسه معتبر گالوب، ایسلند و نیوزیلند در صدر فهرست کشورهایی هستند که مهاجر میپذیرند و کشورهای شرق اروپا در پایین جدول. مردم کشوری که شما در اون زندگی میکنین چقدر پذیرای مهاجرانن و اگه خودتون مهاجرید مقصد مهاجرتتون رو بر چه اساسی انتخاب کردید؟ میتونید بر اینکه در برنامه شرکت کنید با راه‌های تماسی که روی صفحه تلویزیون میبینید با همکاران من تماس بگیرید. هشتگ شما ساعت 7:30 به وقت تهران و کابل. برنامه رو به مروری بر سرخط خبرهای مهم روز ادامه میدیم. میلیون ها شهروند ترکیه پای صندوق های رای رفتن. اردوغان میگوید استقبال از انتخابات نشانه بلوغ دموکراسی است. سران 17 کشور عضو اتحادیه اروپا با موضوع مهاجرت مذاکره می کنند. دلیل اختلاف شدید اعضای اتحادیه 4 کشور در این نشست حضور ندارند. در ادامه این برنامه از مرغان دریایی می شنویم که شکمهایشان به خاطر خوردن پلاستیک برای ماهی جا ندارند. از اولین دقایق امروز زنان در عربستان سعودی می توانند رانندگی کنند. عربستان تنها کشور جهان بود که در آن زنان اجازه رانندگی نداشتند. کمتر از یک سال پیش ملک سلمان پادشاه عربستان اعلام کرد که محدودیت رانندگی برای زنان کشورش برداشته می شود. اما منتقدان با دیده تردید به این تغییرات می نگرند و می پرسند که چرا گروهی از زنهایی که برای این تغییرات مبارزه کردند حالا در زندانند. گزارشی از دانا لارسن خبرنگار بی بی سی رو با هم ببینیم. درست بعد از نیمه شب در ریاض، فصل تازه ای از تاریخ در حال شکل گیری است. کاری بسیار عادی در دیگر کشورهای جهان که تا حالا در عربستان سعودی اینطور نبوده. اشتین عتیق پشت فرمان ماشین می نشیند و به خیابان می رود. دیگه می تونم کارهامو خودم انجام بدم. مجبور نیستم از کسی بخوام که منو این ور اون ور ببره. این خیلی مهمه. خیلی از زنها ممکنه نیازی به رانندگی نداشته باشن. اما من قبلا رانندگی میکردم و کارهامو خودم انجام میدادم. عادت ندارم کسی منو جایی ببره. خیلی هیجان زده و خوشحالم. نمیتونم احساسمو بیان کنم. دو روز نخوابیدم و به این لحظه فکر میکردم. الان تو خیابونم دارم رانندگی میکنم. مردم خوشحالن و دست تکون میدن. احساس غرور میکنم. فوق‌العاده است. It's an amazing feeling. از آزادی شهری لذت میبرن. تغییری که مدت ها طول کشیده. گروهی چندین دهه برای حق رانندگی مبارزه کرده اند. 5 سال پیش این زن در مخالفت با قانون پشت فرمان نشست. زنانی به خاطر کاری مشابه مجازات شدند. تغییر در عربستان سعودی در راه است. سینماها باز شدند و چند کنسرت هم برگزار شده. و همینطور اولین هفته مد. همه اینها بخشی از طرح‌های مدرن سازی ولیعهد محمد بن سلمان است. با وجود این هنوز زنها در عربستان حق سفر، ازدواج، طلاق و حتی ترک زندان بدون اجازه یکی از مردان خانواده را ندارند. و کسانی که دنبال تغییرات بیشتر باشند هنوز هم مجازات می‌شوند. همین ماه پیش بیش از 12 نفر از فعالان حقوق زنان که خواسته‌های بیشتری داشتند بازداشت شدند. دانا لارسن، بی بی سی نیوز. چند خبر کوتاه. امرسون منانگاگوا رئیس جمهوری زیمبابوه میگوید که انتخابات پارلمانی طبق برنامه قبلی 19 روز دیگر برگزار میشود. آقای منانگاگوا دیروز از انفجاری در یک تجمع انتخاباتی جان سالم به در برد. در این انفجار حدود 40 نفر زخمی شدند. انتخابات پیش رو اولین انتخابات پس از کنارگیری رابرت موگابه از ریاست جمهوری این کشور است.
ارتش اسرائیل میگوید به سوی پهپادی که از طرف سوریه به اسرائیل نزدیک میشده موشک شلیک کرده. بر اساس این گزارش پهپاد آسیبی ندیده اما مسیرش را تغییر داده. یک مقام ارتش سوریه گفته این پهپاد در حال عملیات علیه مخالفان بشار اسد در مناطق مرزی بوده. نگرانی از حمله های احتمالی گروه داعش باعث شده نیروهای امنیتی در شهر رقه در شمال سوریه محدودیت رفت و آمد 48 ساعته اعلام کنند. مقام های سوریه میگویند تعدادی از نیروهای داعش به شهر نفوذ کردند. داعش زمانی رقه را به عنوان پایتخت خود اعلام کرده بود اما یک سال پیش از این شهر بیرون شده بود. و بنابر گزارش ها آمریکا به شورشیان مخالف دولت بشار اسد در جنوب غربی سوریه و در مناطق مرزی با اردن و اسرائیل هشدار داده که در صورتی که هدف حمله نیروهای وفادار به بشار اسد قرار گیرند نباید از آمریکا انتظار کمک داشته باشند. بشار اسد مصمم به پس گرفتن این منطقه است. پیشتر گزارش شده بود که جنگنده های روسیه به مناطق تحت کنترل شورشیان در جنوب غربی سوریه حمله کردند. این اولین عملیات جنگنده های روسیه پس از آتش بس پارسال است. BBC شواهد جدیدی از آثار مخرب زباله های پلاستیکی بر حیات وحش ثبت کرده. یک گروه مستندساز که در جزیره دور افتاده در اقیانوس آرام مشغول فیلم برداری بودن، مرغان دریایی را دیدن که از گرسنگی در حال مرگ بودن. شکم این پرندگان پر از زباله های پلاستیکی بود و به همین دلیل دیگر حتی جایی برای غذا نداشتند. ویکتوریا گیل خبرنگار بی بی سی گزارش میده. در جستجوی غذا به درون آب اقیانوس شیرجه میزنند. اما این مرغ‌های دریایی اغلب به جای غذا پلاستیک پیدا میکنند و میخورند. ده‌ها هزار کبوتر دریایی پاگوشتی در این جزیره دورافتاده صدها کیلومتر دورتر از سواحل شرقی استرالیا آشیانه ساختند. اما اینجا هم پلاستیک آنها را میکشد. دانشمندان پرندگان کوچک بسیاری را با شکم‌های مملو از پلاستیک پیدا کردند. شکم‌هایی که دیگر جایی برای غذا نداشتند. آنها از گرسنگی مردند. این محققان برای نجاتشان به اینجا آمدند. این گروه مستندساز بی بی سی لحظه خارج کردن پلاستیک از شکم این پرندگان را فیلم برداری کرده. محققا به ما گفتند که از شکم هر پرنده، حالا چه مرده چه زنده، حدود 200 تا 250 قطعه پلاستیکی خارج کردند. این تنها مثالی است از اینکه چطور پلاستیکی که ما دور می‌ریزیم زندگی و حیات وحش جانوران دریایی را به خطر می‌اندازد. این موضوع اولین بار در مستند سیاره آبی 2 محصول بی بی سی مطرح شد. در سواحل جنوبی انگلستان زباله‌دان‌های دریایی نصب کردند و با آنها سالانه نیم تن زباله پلاستیکی را از آب می‌گیرند. یه بطری پلاستیکی توشه، در لیوان قهوه، قطعه‌های کوچکتر پلاستیک هم هست، در اسپری و دو تا تاسیگار. حالا در قسمت‌هایی از اقیانوس میزان پلاستیک بسیار بیشتر از پلانکتون هاست. دانشمندان میگویند ما باید فوراً روش استفاده و بازیافت پلاستیک را تغییر دهیم، چیزی که حالا به تهدیدی شناور تبدیل شده. ویکتوریا گیل، بی بی سی نیوز. شهر سارانس در فاصله 650 کیلومتری شرق مسکو قرار گرفته. مرکز جمهوری خودمختار مردوویای روسیه با نزدیک به 300 هزار نفر جمعیت. مردم مردوویا علاوه بر زبان روسی دو زبان دیگر، موکشا و ارزیا رو هم بلدن صحبت کنند. ورزشگاه شهر سارانسک میزبان 4 بازی مرحله گروهی جام جهانی است، از جمله بازی فردا شب بین ایران و پرتغال. کاوه مشکات نگاهی انداخته به این شهر و استادیومش. سارانسک پایتخت جمهوری مردوویا در مرکز روسیه قرار گرفته. شهری کوچک با جمعیتی 300 هزار نفری که در محل تلاقی درود سارانکا و اینسار واقع شده. سارانسک در ابتدا به عنوان یک پایگاه مرزی در جنوب شرقی روسیه تأسیس شد. منطقه‌ای که خاستگاه اقوام و فرهنگ فینو اوگریست که شامل مجارها، فنلاندی‌ها و مردم اهل استونی می‌شود. ورزشگاه مردوویا آرنا یکی از رنگارنگ ترین ورزشگاه جام جهانی 2018 است. ساخت این استادیوم که در کناره رود اینسار واقع شده در سال 2010 و در 1000 سالگرد اتحاد مردم مردوویا با سایر اقوام روسیه آغاز شد. تأخیرهای فراوان که بیشتر به دلیل کمبود منابع مالی بود باعث شد ساخت مردوویا آرنا تا سال 2017 طول بکشد. گنجایش ورزشگاه در طول جام جهانی 45 هزار نفر خواهد بود. اما بعد از این بازی ها به 28 هزار نفر کاهش می‌یابد.
قرار است ردیف بالایی جایگاه تماشاچیان هست و به محل رفت آمد تبدیل شود. پس از پایان جام جهانی باشگاه مردوویا سارانس که در لیگ برتر روسیه بازی می کند به ورزشگاه تازه ساز نقل مکان خواهد کرد. مردوویا آرنا در جام جهانی میزبان چهار بازی از جمله آخرین بازی ایران در مرحله گروهی مقابل پرتغال است. کاوه مشکات گزارش می‌داد. اما باز هم در مورد جام جهانی، نیمه اول بازی تیم‌های ملی فوتبال انگلستان و پاناما با 5 گل به سود تیم ملی انگلیس به پایان رسید. تیم ملی انگلیس در بازی قبلیش هم با نتیجه 2-1 تونس رو شکست داده بود. پاناما هم که برای اولین بار در جام جهانی بازی میکنه در مسابقه اول با 3 گل مغلوب بلژیک شد. اگر این مسابقه طبق پیشبینی با پیروزی انگلیس به پایان برسه، تکلیف تیم سردنشین این گروه به بازی روز آخر بین انگلیس و بلژیک کشیده خواهد شد. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا میگوید درباره رفتار دو بازیکن سوئیس در بازی مقابل صربستان تحقیق میکنه. گرانیت جاکا و جردان شکیری، دو بازیکن کوزووی تبار تیم ملی سوئیس، موقع شادی بعد از زدن گل دستهاشون رو به شکل عقاب دو سر در آوردن، علامتی که در پرچم آلبانی نقش بسته و نمادی ملی گرایانه در این کشوره. حرکت این دو بازیکن در بازی اعتراض شدید طرفداران تیم ملی صربستان رو به همراه داشت. حالا فیفا میخواد در این باره تحقیق کنه که آیا رفتار این دو بازیکن حرکتی سیاسی بوده یا نه. خانواده این دو بازیکن سالها پیش از کوزوو به سوئیس مهاجرت کردند. منطقه کوزوو 10 سال پیش اعلام استقلال کرد، اما صربستان استقلال اون رو به رسمیت نمیشناسه. مردم کوزوو عمدتاً مسلمان و آلبانیایی تبارند. و یک خبر از نیوزیلند. جاسیندا آردن، نخست وزیر نیوزیلند که 3 روز پیش زایمان داشته، از بیمارستان به خانه برگشت. خانم آردن که در مدت 6 هفته مرخصی حاملگی ریاست دولت رو به معاونش وینستون پیترز سپرده بود، گفته که امیدوار روزی برسه که بچه دار شدن رؤسای دولت ها دیگه اتفاق نادر نباشه. او دومین نخست وزیری است که در دوران زمامداریش صاحب فرزند میشه. پیش از او بی‌نظیر بوتو در سال 1990 در حالی که نخست وزیر پاکستان بود دومین فرزندش رو به دنیا آورد. و با این خبر به پایان این بخش رسیدیم. تا دقایق دیگه با خلاصه خبرها با شما خواهم. از فضا شبیه همان چیزی است که در هزاران سال گذشته بوده. تنها در طول حیات یک نسل چهره کره زمین را به طور بی‌سابقه‌ای عوض کرده ایم. آرزوی ما برای مسافرت الهام بخش برخی از شگفت آورترین پروژه های مهندسی جهان بوده. به نسل زمین خوش آمدید.
داستان موفقیت، داستان شکست، داستان قدرت، داستان فساد، داستان امید، داستان یأس، داستان خوشبینی، مقاومت، پیشرفت و پیروزی. داستان‌های استثنایی از سراسر دنیا. برای تماشای بهترین آثار مستندسازان مستقل با ما همراه باشید. Storyville در